سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. دوستان در این ویدیو قطعه چهارپاره رو کار میکنیم، چهارپاره، گوشه چهارپاره در دستگاه ماهور. این گوشه رو در دستگاه چهارگاه هم داریم، در آواز ابواتم داریم چهارپاره رو. یه ریتم مشخصی داره و توی همه اونا مشترک این ریتم. بچه این حالت آوازی الان داره، یعنی میزان ضربی نداره، ولی اون حالت ضربیش خودش حفظ میشه. میخوام بگم که چیز نیست که به میزان ضربی مشخصی توش داشته باشه. خب شروع میکنیم دوستان. کوک سازتون دو سل دو دو باشه. حال خوب دقت کنید که حالتش رو درک کنید. ببینید سل دو 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 سی دو سی دو ره. گوشه خیلی معروفی، حتما شنیدید. امیدوارم این گوشه رو خیلی خوب کار کنید و دقیق بزنید. سخت نیست، خیلی مشخصه و سعی کنید طبق نوت دقیقا بزنید. پس میزنم یه بار دیگه سل دو 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 دو. ببینید گفته چه انگوش سوم دو رو به انگوش سوم بگیر روی سیم دوم. ببینید سل دو 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 سی دو سی دو ره ره می فام. ببینید علامت چیه؟ یعنی با ریز یه اشاره هم به می میکنید، یعنی به نوت بعدی افته اشاره کنید. اگر این فلش ها سمت راست بود به نوت بعد اشاره میشه، اگر سمت چپ بود به نوت قبل اشاره میشه. پس میزنیم ره می فام فامی ره می ره دو ره. سفیدا ریزه دیگه، یعنی دو ضرب ریز بزنید. ره سل سل فامی ره می رم درسته؟ ره می دو ره می. اینجا می می ف دیگه تی بالاش داره ریزه دیگه. دو ره می ف می رم ره فا می ره دو. حتما این سفیده رو ریز بزنید. حالا بریم بالاتر اصلا اوجشه. سل لا سل می چنگه درسته؟ سل لا سل لا سل سل سی لا سی بماله ها. سل سی لا فا می فا سل فا سل فا فا سل میکنید فا سل سل میره. اینجا سل به لا، اینجا سل به نوت قبلیش فا. یعنی میبینید جهت سمت راسته، یعنی به نوت بعدی اشاره میکنید. اینجا که به سمت چپ فلش به نوت قبل اشاره میکنید. بعد میره ببینید ره سل سل فا می ره می رم ره می دو ره می ف. با ریز به نوت بعد اشاره کنید. دو ره می ف می ره ره فا می ره دو. شعرش هم زیرش نوشته، اینو حتما بخونید. دوستان دقت کنید نوت این در کتاب تار و ترانه هستش که میتونید کتاب رو تهیه کنید و طبق اون کار کنید. شعرش هم میخونم. چه شود به چهره زرد من. میبینید چه شود به چهره زرد من. نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من. به یکی نظار دوا کنی. اینجا میره اوجه. من اگر چه پیرم و ناتوان تو مرا ز درگه خود مران. خط آخرش که گذشت در قامت جوان. اینجا جوان. همه روزگار جوانیم. به همین صورته و تطبیق بدید، حتما باش بخونید. حالا بریم روی ساز تا اونجا براتون بنوازم و توضیحات کلی رو بدم. سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه و ایام به کامتون باشه. علی اقبال هستم، مثل همیشه خدا رو شکر میکنم که با شما عزیزان صحبت میکنم. دوستان همونطور که روی نوت ها دیدید گوشه چهارپاره رو براتون توضیح دادم. از گوشه های معروف هستش که یه قالب ریتمیک خاص و مشخصی داره و در دستگاه چهارگاه هم داریم، در آواز ابواتم داریم که داخل همین صفحه کتاب چهارگاه و ابواتش هم توضیح داده. دوستان دقت کنید این نوت در کتاب تار و ترانه هستش که
پیشنهاد می‌کنم کتاب رو تهیه کنید، هم آموزش داره هم آهنگ‌های خوب داره و کلاً کتاب کاملیه برای تار و ستار. خب عزیزان، ما این درس رو در ماهور کار کردیم و آموزش می‌دیم، همون قسمت بالای کتاب هستش. دقت کنید میزان ضربی براش مشخص نگردید که بگید مثلا این میزان چند چندومه، ولی خب قالب ریتمی که مشخص خودشو داره. کوک سازتون دو سول دو ده باشه، سیم اول دو، سیم دوم سول و سیمای جفتی هم دو. درست شد؟ خب میزنیم. ناکنید بچه، وزنش اینه، من نوت جلوم هست و همینطور میبینم هم برای شما توضیح میدم. خب شروع میکنیم. ببینید گفته با انگشت سوم، با انگشت سوم خوب دقت کنید، نوت دو رو بگیرید روی سیم دوم. ببینید سول دو 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 سی دو سی دو ره ره میاد روی سیم اول، چون نوت سفید هستش ریز بزنید. یه بار دیگه بعد گفته با انگشت اول می رو بگیرید، نکنید بیایید از ره روی می، میبینید نو با ریز این فاه رو، خب تی بالای سده دیگه، با ریز وست کنید به سول، نکنید ره می فا فا می ره می ره دو ره، ریز بزنید سفیده رو. بعد ره سول سول فا می ره می ره، نکنید این فلش داره، گفتم برای نوت ها فلش سمت راست بود، مثلا اینجا خط اول ببینید، انتهای خط اول ببینید فلش سمت راست بود، یعنی اشاره کنید به نوت بعدی. همون خط اول رو میزنم، نکنید ره می فا فا می ره می ره دو ره. بعد دوباره خط دوم رو میزنم، ره سول سول فا می ره می رد. این دفعه فلش سمت چپ هست دیگه، به نوت قبلی، یعنی قبل ره چیه؟ دوه دیگه. پس یه بار دیگه خط دوم رو میزنم، ره سول سول فا می ره می رد ره می ریز. بعد دو ره می دو ره می می ره درسته؟ دو ره می. بعد یه بار دیگه ره فا می ره دو، روی می هم تی زده دیگه، ریز بزنید دو ره میف دو ره میف میره ره فا میره دو. حالا اینجا میره اوج، نکنید سول لا سول لا سول سول سی لا، سی بمول ها، یادتون نره سی بمول فا می. یه بار دیگه خط سوم، سول لا سول لا سول سول سی لا فا می، ریز بزنید میارو. بعد فا سول فا سول فا فا سول، ره ریز میخوره. بعد خط آخر ره سول سول فا می ره می رد ره می. خب دو ره می ف، نکنید گفته تی بالاش داره، فلش هم داره دیگه، دو ره می ف می ره. بعد ره فا می ره دو، چهار خط. دقت کنید حالاتشو. حالا من یه بار شعرش میخونم، یعنی سعی کنید شما هم شعرشو زیرش نوشته دیگه، با شعرش بخونید. دو بیت اولش خب مال همون دو خطه و دو بیت پایینی هم مال همون دو خط پایانی هستش، یعنی خط سوم و چهارم. با گوش سوم نکنید، باش بخونید. چه شود به چهره زرد من، معنی کشیده میشه دیگه، ریز میزنید. نظری برای خدا کنی. خب بیت دوم میگه رسول سول، که اگر کنی همه درد من، بعد به یکی نظاره دوا کنی، دوره میر میره رفا میره دو. نگاه نکنید ساده است، تو خیلی از آلبوم ها به کار رفته شده. استاد کلمهارم با یه گروه خارجی اخیراً این رو اجرا کردن که خیلی هم زیبا بود. حالا اوجش، من اگر چه پیرم و ناتوان، از سل سل لا سل لا سل سل سی لا فامی. بعد تو مراز درگه خود مران، فا سول فا
فا سول فا سول فا فا سول بکنید یه بار دیگه فا سول فا سول فا فا سول سول میره. حالا بیت آخر که گذشته در قامت جوان ره سول سول فا میره میره دره می بعد همه روزگار جوانیم دوره میر میره رفا میره دو همین. دوستان دقت کنید این علائم دقت کنید به این فلش ها. گفتم فلش سمت راست بود اشاره به نوت بعد، مثلا اینجا ره بود به می. فلش سمت چپ بود دوتا فلش ها اشاره به نوت قبل. بعضی ها هم فلش روشه هم چی تی، یعنی با ریز وصل کنید به نوت بعد یا نوت قبل. مثلا خط آخر نها کنید ره سول سول فا می ره می ره دره می دوره میر درسته دوره میر میره اینجا رو میگفتم دوره می. میبینید هم تی بالاش داره هم فلش سمت راست. دوره میر میره رفا میره دو با ریز تموم میشه. بذارید من یه بار دیگه کلام اجرا کنم براتون تا کامل درکش کنید. این کل چهارپاره بود یا نصیرخانی در دستگاه ماهور بود. میگم این حالتهای ضربیش توی چهارگاه هم هست، فقط حال نوت‌ها تغییر میکنه، توی ابوات هم هست. پس سعی کنید این قالب ریتمیک رو حفظ کنید و درکش کنید. پیشنهاد میکنم یه بار ویدیو رو کامل ببینید، نوت‌هاش رو خوب شناسایی کنید، بعد شروع کنید بنوازید. بعد اینکه یک سری کامل نواختید و مسلط شدید، حالا باش بخونید. خیلی هم ساده است و خیلی کاربردی و مفید هستش. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. دوستان عزیزم، اگر ویدیوهای من رو از طریق یوتیوب می‌بینید، کانال من رو حتما سابسکرایب کنید تا هر موقع ویدیو جدید می‌ذارم از اون مطلع بشید. اگر ویدیوهای من از طریق اینستاگرام می‌بینید، پیج من رو فالو کنید و دوستای عزیزتون رو که علاقه من به یادگیری تار و ستار هستن زیر این ویدیو تگ کنید. براتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم. بیایید برای هم دعا کنیم. من برای شما، شما برای من و ما برای همه. شاد و موفق و پیروز باشید.